مکاشفه فصل پنجم. آنگاه دیدم که تخت‌نشین کتاب در دست راز دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با هفت مهر مهر و لاک شده بود و فرشته نیرومند را دیدم که با صدای بلند می گفت: کی شایسته است که کتاب را باز کند و مهرهایش را بردارد؟ اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که کتاب را باز کند و یا به داخل آن ببیند. من زار زار می گریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد کتاب را باز کند و یا به داخل آن ببیند. آنگاه یکی از پیران به من گفت: گریه مکن، زیرا آن شعر شعری که از طایفه یهودا و نهال از نسل داوود است پیروز شده و او حق باز کردن کتاب و برداشتن مهرهای آن را دارد. آنگاه دیدم که در بین همان تخت سلطنت و در میان آن حیوانات و پیران بره استاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود، هفت چشمی که هفت روح خدا هستند و به تمام دنیا فرستاده شدند. بره پیش آمد و کتاب را از دست راست تخت‌نشین گرفت. همین که او آن را گرفت، آن چهار حیوان و 24 پیر پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جام‌های زرین پر از بخار که نشانه دعاهای ایمانداران مقدس است. آنها سرود نو می سراییدند: تو شایسته‌ای که کتاب را بگیری و مهرهایش را باز کنی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان از هر ملت و امت برای خدا خریدی. تو آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمان روایی خواهند کرد. آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بیشمار را که صدها هزار و هزاران هزار بودند شنیدم. آنها دور آن تخت و حیوانات و پیران استاده بودند و با صدای بلند فریاد می زدند: بره قربانی شده شایسته است با قدرت و ثروت و حکمت و توانایی حرمت و جلال و تمجید بیاورد. آنگاه می شنیدم که همه موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و دریا و هرچی در آنها است فریاد می کردن: ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت سلطنت می نشیند و تا به ابد از بره باد. با آن چهار حیوان گفتم: آمین. و پیران سجده نموده و او را پرستش کردند.